در نزدیکی آبگیر وسط مزرعه دو اردک به نامهای اردلان و ارغوان لونه کرده بودن. اول بهار بود و اونا با عشق منتظر بودن تا تخماشون جوجه شه. الانه که به دنیا بیان، بهتون تبریک میگم. وای چقدر خوشگله. اسمشو میذارم ارسلان. این یکیو نگاه، اسم اینم باشه ارمغان. اما سومین تخم با تأخیر به دنیا اومد. وای تتقاری رو احمد، عجب جوجه زشتیه. اح اح پیف پیف. به هر حال اینم جوجه شماست. بعدم اومده سال ازش، اسمشو میذاریم اردنگی. زندگی جوجه اردک زشت از همون اول با تحقیر و تبعیض شروع شد. ماما 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 ماما. حتی خواهر برادراش هم اونو داخل اردک حساب نمی کرد. تا اینکه بعد یک سال همه چی عوض شد و جوجه اردک زشت هم سر و سامون گرفت. نگو قو بوده. وای فکر میکردی میریخ میمونه، ولی ناقلا چه خوشگل شد. نتیجه میگیریم که زود قضاوت نکنیم. وقتی یکی زشته ممکنه بعدم خوشگل شه. بچه های عزیز همچین چیزایی. وای خانم الان تخمای امسال بونم در میاد، بدو بریم. اردلان برو. مبارک اردکا جون، اسم اینو میذاریم ارشیا. اینم میذاریم ارفان. این چیه؟ جوجه گربه است. جوجه سگ. خانم پارسال جوجه قو رو زیر سیبیلی رد کردم، اینا دیگه چی هست؟ جوجه خرس. ماما ای وای بر من. همسایه یکی از سخماتون قیل خورده اومده این طرف. خیلی معذرت میخوام جوجه فیل. خانم چه کردی با خودت؟ فیل آخه، خرس آخه. رحم کن، یه تخمتونم اونجاست، جوجه کشاورز. ماما تراکتور میخوام. خانم واقعا برای خودم و خودت متاسفم. نتیجه گیری قبلی رو ولش کنید و فقط سعی کنید قبل ازدواج حسابی تحقیق کنید. بچه های عزیز خدا حافظ. یعنی چی آخه؟ داستان تعریف کردیم واسه بچه که اردک تخم قو گذاشته؟ قصه است این آخه؟ پندی توشه اصلا این؟ ماما